صحبت بکنیم. ببین تاپل برعکس لیست که شما می اومدید دیتاش رو آب خوردن میتونستی چنج بکنی، بهش بچسبونی یه مقداری و و و خیلی از این کارها، تاپل اینجوری نیست. تاپل خشکه. تاپل یعنی چی؟ مثلا اینجا شما این دیتا که اومدی تعریف کردی، این دیتا که اومد تعریف شد از نوع لیست بود و تمام دیتا که این وسط اومد تعریف شد راحت تونستیم چنجش کنیم. تاپل نه، تاپل هر دیتایی که توش قرار میگیره ثابت، تکون نمیخوره. هر دیتا رو شما نمیتونی نه عوض کنی، نه اضافه کنی، نه کم کنی، اصلا هیچی، ثابت ثابت. بچه خوبه، خوبه اصلا کامل. خب شما نمیتونی عوضش بکنی. معکوس لیست که ما پاپ داشتیم، پاپ داشتیم یادم رو، اینسرت داشتیم، اکستند، همین الان انجام داشتیم. پاپ و اینسرت و اکستند و کم کن، زیاد کن، ریموف کن، دیلیت کن، چنج کن، آپدیت کن، هیچ کدوم رو تاپل نداره. بعد چیکار بکنید؟ تاپل رو راحت میتونید لیستش کنید. خب میتونید عوضش کنید. لیست رو هم راحت میشه تاپل کرد. خب نگاه کن، هر چیزی که شما اینجا داری، حالا ما کلمه کلیدی لیست رو کار نکرد. مثلا من اگه میام اینجا برگردم میگم فرست نیم، خب مقدار هستش تورش، درسته؟ یا مثلا میذاریم ده، مثلا چه بنویسیم فرست نیم، بنویسیم مثلا نام، نام مثلا بنویسیم ده. شما میبینید اینجا بنویس پرینت مثلا اینت مقدار نام، بعد اینجا یه کنترل دی بزنید تایپش رو هم ببینید مقدار نام. من اومدم اینجا اینتیجرش کردم، یه درسته؟ خب آره، بریم اینو کستینگش کردیم ببینیم چی میشه. اومد گفتش اون مقدار شد 10، اون پایین استرینگ بود. خب بعد چیکار بکنم بشه اینت؟ حتما باید توی در واقع مقدار اینت قرارش بدم و الان ببینید در واقع من گفت کلاس اینت. خب حالا اگه من بیانه بذارم لیست چی میشه؟ از اون لیست میشه. دیدید شو؟ یعنی الان من بیام اینجا، حالا تایپ نذارم، مثلا برگردم دیگه بگم چاپش کن برام. ببین 10 رو اومد اینجوری لیستش کرد. اوکی؟ خب از هر چیزی رو شما میتونی چنج کنی توی پایتون. حالا بریم ببینیم تاپل رو چجوری میشه تعریفش کرد. خب من سراغ تاپل، میگه تاپل از ایمیوتبله or unchangeable. unchangeable ها یعنی که چیه؟ یعنی که مقدارش تغییر نمی کنه. این لیست، لیست مقدارش تغییر می کنه. تاپل آیتم مقدار ایندکس رو داره، فرست مقدارش از همون صفر شروع میشه. allow the applicate اجازه میده که مقدارش در واقع اپلیکیت بشه. create tuple with item، مثلا اگه بخوای یه دونه تاپل درست کنی با پرانتز درست میشه و تاپل کانستراکتورش هم به این شکل هستش. بریم همه اینا رو درست بکنیم یعنی چی؟ نگاه کن من اینجا درست میکنم، می‌نویسم دیتا، بعد تو پرانتز قرارش بدیم، مثلا 1 2 3 4 مثلا. خب میام میگم پرینت مقدار دیتا، پرینت تایپ، تایپ مقدار دیتا، بریم ببینیم چی در میاد. خب ببین 1 2 3 4 از نوع تاپله. خب فقط نکته ای که داره، شما میتونی با یه مقدار هم تاپل درست بکنی، البته نه اینجوری. ببینی آیا تاپل میشه؟ میبینی از دو اینت شد. حتی اگه اینجا مثلا تو پرانتز بذاری مثلا مقدار تورج فرقی نمیکنه. اینجا ببین تورج استرینگ. حالا اگر یه کاما بذاری جلوش این میشه تاپل. ببین دیگه پس کوچکترین مقداری که میتونی تاپل بسازی یک عضو با یه کاما داره. حتی حواست بهش. آره. یعنی مثلا من اینجا و اگر دارم میگم مقدار مثلا آرمین، مقدار آرمین جمعه علی سیوس تی از آی تی دات کام و بیشه بزنم، ببین همه تاپل هست و میاد نمایش میده. حالا من میتونم تاپل مثلا مقدار یکمش صفرمش رو برگردم، بله به این شکل مقدار صفرمش، حالا صفر تا دو مثلا صفر تا سه به این شکل، ببین اومد برگشت، اصلا نمیخوام همش برگرده به این شکل. اگر دارم بگم مثلا دو تا مثلا آخر به این شکل، همه رو اومد دیتا رو برگرد. خب create tuple گفتم به این شکل با یه عضو میتونه در واقع جنریت بشه. خب یه مقدار داریم برام کانستراکتور، این کانستراکتورش، حالا کانستراکتور اینا رو توی شکل‌گرایی میخونیم. مثلا من میام اینجا برمیگردم همین مقداری که داری میبینی رو
یه مقداری داریم به نام تاپل. این تاپله شما بیا اینجا و این دیتا رو توش قرار بدید. یه مقدار میذاشتیم تو این لیست، مثلا میگن لیست، یه مقدار الان گذاشتم توی تاپل، حالا پرینت میگیرم مقدار دیتا رو، میام اینجا میگیرم، میبینید تاپل ساختم و میتونم بیام اینجا بگم که تایپ مقدار دیتا. این از نوع تاپل شد. خب لیست هم همین جوری بود دیگه. لیست فقط اینجا میومد میشه چی؟ لیست. الان چه اتفاقی میفته؟ ببین شد لیست. اینا همون مقداره بودن که استرینگ بود، کامپلکس بود، فلوت بود، اینت بود، مقادیر درست میگن. لیست و تاپل هم میتونه این شکل باشه. فقط اینا کن، حالا تاپل در واقع میتونه چند تا دیتا توش قرار بگیره، مجموعه ای از دیتا ها هستن. آیا میتونه مقدار تکراری بشه؟ میریم امتحان میکنیم، میبینی هیچ مشکلی نداره، تکراری میتونه دیتا توش قرار بگیره. یک دو، حالا من اومدم اینا رو به این شکل نمایش دادم. آیا میتونم چنجش بکنم؟ چنجبل هست، یعنی میرسم دیتا مثلا صفر و میب یا عوض شد، مینویسم تست و مینویسم پرینت دیتا، ببینیم چیکار میکنه. و بعد میگه تاپل آبجکت که داز نات ساپورت آیتم اساینمنت. اساینمنت یعنی چی؟ شما نمیتونید توش دیتا بریزید. یعنی چی؟ یعنی چنجبل نیستش، ایمیوتبل، ثابت ثابت، عوض نمیشه. اینم از این. بریم سراغ 42. اینا رو که اومدم الان درس دادم، اما دقیقا گزینه دیتا مقدار این و اینا هم هست داخلش دیگه. مثلا بیا ببین مقدار تورج داخلش این هست، بیا اینجا مقدار رو بزنم و میگه دیگه تورو. خب اینا دیگه ساده است، در مورد صحبت نمی کنم. میگه آپدیت تاپل ایز پایتون، میگه آن چنجبل تاپل ایز این د پایتون و ان کن نات چنج این د تاپل بات وی. میگه اما ما میتونیم تاپل رو چنج بکنیم. به چه شرطی؟ من به شرطی میتونم تاپل رو عوض بکنم که ببرمش تو لیست. یعنی چی؟ یاد بگیر. میام اینجا دیتا رو مینویسم، مینویسم لیست مقدار دیتا. خب الان دیتا رو تبدیل کردم به چی؟ لیست. و ریختمش دوباره تو دیتا. اگر اینجا بنویسی پرینت مقدار دیتا و حالا کنترل دی بزنیم مقدار تایپ دیتا رو، حالا بیا اینجا بنویسی پرینت دیتا و تایپ بگیری دیتا رو، ببین چی میشه. حالا ببین چه اتفاقی میفته. ببین اولی تاپل، دومی شد لیست. میبینی؟ پس من تونستم عوضش کنم. حالا تو لیست ما یاد گرفتیم آیا میتونیم مقادیر رو عوض بکنیم. بیا آره، ببین دیتا صفرم بنویس تورج رو بکن جاروت. خب حالا آب خوردم، اومدم اینجا تورج کردم جاروت. خب حالا میخوام برم دوباره بکنمش تاپل. میام مینویسم دیتا تاپل گزینه دیتا، حالا مینویسم پرینت دیتا. ببین چه کرد، تونستم عوضش بکنم تاپل دیگه، ولی به چه شرط؟ بردمش تو لیست و از تو لیست مونده آپدیتش کرد. حواست باش. خب یه آن پکینگ این ده تاپل هم هستش. حالا آیا من میتونم اینجا، حالا من دیلیت اینا رو یه دفعه اینجا بررسی بکنم، آیا من میتونم از دستور دیلیت دیتا مثلا صفرم استفاده کنم، پرینت کنم مقدار دیتا رو؟ میتونم اینجا، میگه تاپل آبجکت داز نات ساپورت این آیتم در واقع دیلیتیشن، دیلیت هم نمیتونی بکنی. آیا مثلا میشه بنویسی دیتا ریموف؟ ریموف ریموف نداره. آیا مقدار کپی داره؟ کپی نداره. آیا مقدار کلیر داره؟ کلیر نداره. پس اصلا کاملا ایمیوتبله، یعنی چنج نمیشه. هر کاری بخوای بکنه بعد در تو لیست. میام اینجا، این آن پکینگ هم بعد نیست یاد بگیری. مثلا شما میتونی بیدی دیتا بنویسی اینجا، بیا بنویسی مثلا تورج، مثلا آرمی، این برم بنویسی علی. خب بیا این طرف، بیا چند متغیر رو حالت تاپلی قرار بده. بیا بنویسی مثلا first name last name مثلا father name. بیا اینجا دیتا رو بده بهش. ببینی الان تورج دقیقا ریخته میشه توی فرست نیم، لاست نیم ریخته میشه توی آرمی و فادر نیم هم ریخته میشه توی علی. الان اینجا من میزنم پرینت مثلا فرست نیم الان قشنگ میشناسه و دیتا رو باید برگرده تورج برگرده. این هم یه مدل دیگه بود که توی تاپل احتیاجه. جوین کردنش هم با همون پلاس میتونید جوین بکنید. میتونید اینجا
اون دیتا من می‌نویسم ری دیتا، مثلا می‌نویسم مقدار 1, 2, 3, 4, 5 و پرینت مقدار دیتا و ری دیتا. ببینید چیکار می‌کنه. می‌زنم و اینا رو می‌بینم همه رو جمع کرده. می‌تونیم بنویسیم دیتا ضرب در مثلا 2 و به این شکل. اینم ضرب بود انجام داده، اینم دیکشنری. خب اینم تاپل بود که در مورد تاپل صحبت کردیم و مثالاش هم حل کردیم. این دو تا دیگه متغیر داره، یکی دیکشنری که سه تا کلمه رو 23 تا اونم وقت می‌برن و بعد سراغ چیزایی که خیلی خوب بلدی، ایف و الس و الیف و فور و وایل و موارد میشه یار فور و وایل و بعد هم فانکشن میشه مقدماتش تمام میشه دیگه. پیشرفتش هم میشه کلاس شیگرهای از این حرفا، اونم مثلا شاید 9 ساعت 12 ساعت طول میکشه. بعدش حالی میتونیم بیریم ویندوز اپلیکیشن مثل پاکیوت یا عوصاره دیگه کتابخونه های دیگه هستش از اونها استفاده کنم. من نوشتم بعدش هم وب وبش رو یاد بگیر. کدومش کاربردی؟ هم پایکیوت هم وبش، تو هم ایران هم خارج کشور کار بود. همش رو یاد بگیر ان شاء الله. ان شاء الله من هستم.